در این ویدیو می‌خواهیم چند تا از نکاتی‌های وحشتناک از مکس ساندانو که شریف جدید واحد نژند را ببینیم و نکات مهم درباره این مسابقه که این سخت‌ترین مسابقه واحد نژند خواهد بود. خب اولین نکاتی مکس ساندانو گیچ را می‌بینیم که در مقابل حریفی از پولند بوده. راند اول مبارزه آغاز شد. مکس ساندانو گیچ خیلی آرام و با حوصله مسابقه می‌کند و لگدهایی خیلی خطرناکی داره. ولی یک لوکیک میزنه به حریف که حریفش زمین میخوره اما دوباره بلند شد. حریفش را تحت فشار قرار میده. حالا یک هاکیک خطرناک، چند ضربه دیگر و تمام. گفتم که لگدهای خطرناکی داره که در نکاتی بعدی هم شاهد خواهیم بود. ببینید، بوم، هاکیک کامل به زیر گوش حریف برخورد کرد و تمام. این اولین نکاتی مکس ساندانو گیچ بود. بریم سراغ نکاتی بعدی، دوباره در مقابل حریف قدرتمندی از پولند. خب راند اول مبارزه آغاز شد. مکس ساندانو گیچ رقص پای خوب و سرعتی دارد. ضربات مختلف دست و پا را به حریفش وارد میکنه. حریفش چندین بار اقدام به تیک داون کردن مکس کرد اما مکس دوباره خیلی سریع بلند میشد. دوباره لوکیک، هایکیک و یک زانوی خطرناک از طرف مکس ساندانو گیچ. حالا ضربات مشت پی در پی از طرف مکس. در این صحنه هر دو فایتر کلنچ هستند. یک زانوی خطرناک از طرف مکس، حریفش زمین خورد. یک ضربه دیگر و تمام. ببینید، زانوی خطرناک به صورت حریف. یک ضربه دیگر و تمام. این هم دومین نکاتی مکس ساندانو گیچ. بریم سراغ نکاتی بعدی، دوباره در مقابل حریفی از جمهوری چک. خب مبارزه آغاز شد. مثل همیشه مکس از لگدهای خودش استفاده میکنه. لو کیک، های کیک و مدل کیک. واقعا رقص پای سرعتی و خوبی داره که همیشه حریفاش تحت فشار قرار میده. دوباره یک های کیک و زانوی خطرناک از طرف مکس و حریفش مسابقه را به زمین میبره که دوباره خیلی راحت مکس میچرخه و بلند میشه. دوباره یک مدل کیک و های کیک از طرف مکس. او یک لوکیک خطرناک که پای حریف تعجب میکنه از خوردن این ضربه. در این صحنه حریف را کلنج میکنه. زانوهای پی در پی به شکم حریف میکوبه. دو زانوی خطرناک به سر حریف. دوباره یک زانو، ضربات پی در پی و یک های کیک خطرناک. خیلی بد ضربات پای خودش رو پرتاب میکنه. حالا حریفش بندری میزنه. پانچ های پی در پی از طرف مکس. حریفش اقدام به تک داون میکنه که موفق نمیشه. در این صحنه در هاف گارد حریف. پانچ های پی در پی از طرف مکس. الوهای خطرناک. حالا ضربات پی در پی و تمام. تمام. این هم یک پیروزی دیگر توسط ناکاوت برای مکس ساندانو گیچ. خب حالا میریم آخرین مسابقه مکس ساندانو گیچ در سازمان اوکتاگون را میبینیم که در مقابل حریف قدرتمندی از سویدن قرار گرفته بود. راند اول مبارزه که آغاز شد، مکس ساندانو گیچ مثل همیشه از لگدهای خودش به خوبی استفاده میکرد. در این صحنه هر دو فایتر کلنچ بودند تا اینکه حریف مکس چند ضربه زانوی خطرناک به سر صورت مکس زد و مکس ناکداون شد. بعد از او حریف مکس هر قدر که توانست از ضربات خودش استفاده کرد و یک بار هم اقدام به سابمیشن کرد. سر و صورت مکس خونین شده بود اما مکس ساندانو گیچ سرسختی خودش را نشان داد و تسلیم نشد. در راند اول سختترین ضربات را تحمل کرد اما در راند دوم خیلی قوی بازگشت و نزدیک بود حریفش را ناکاوت کند. برعکس راند اول، راند دوم مکس بود که سختترین ضربات را به حریفش وارد کرد و در راند سوم حریفش را به زمین برد و کاملا مسابقه را تحت کنترل خود گرفت و در نهایت توسط امتیاز در این مبارزه پیروز شد. مکس ساندانو گیچ در سازمان اوکتاگون رکورد دو پیروزی و یک شکست دارد. این مسابقات را به خاطری برایتان قرار دادم که حریف واحد نژند را دست کم نگیرید. فایتر فوق‌العاده سرسخت و قدرتمندی هست و اگر مکس ساندانو گیچ هم در این مبارزه پیروز شد تعجب نمی‌کنند، چون MMA هست و هر اتفاقی خواهد افتاد. اگر واحد نژند میخواهد این مبارزه را هم پیروز شود، باید مثل مسابقه قبلی خودش این حریفش را هم به زمین ببرد. در غیر آن در ایستاده حریفش قدرت ناکاوت دارد. به نظر من شانس پیروزی بیشتر با واحد نژند هست، اما حریفش هم شانس پیروزی دارد. نظر شما چیست؟ در بخش کامنت بنویسید. دوستان عزیز، ما لینک های لایف و ویدیوهای کامل این مسابقات را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. لینک تلگرام ما هم در کامنت اول قرار گرفته. حتما رفته و عضو شوید تا مسابقات را از دست ندهید. امیدوارم از تماشا این ویدیو لذت برده باشید و این معلومات برایتان مفید بوده باشد. لطفا جهت حمایت از ما ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.